بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان، بینندگان عزیز و ارجمند، مشتاقان و شیفتگان فراگیری قرآن کریم، با مبحث دیگری از مباحث تجوید قرآن کریم در محضر شما بزرگوار. ما در این برنامه میخواییم در مورد ادغام یه مقداری وسیع‌تر صحبت کنیم. آیا تمام ادغام ها در قرآن کریم و در تجوید همین دو موردی بود که عرض کردیم یا نه؟ آیا ادغام ها فقط ادغام میم ساکن و نون ساکن هست یا تنوین؟ خیر، اینطور نیست. ادغام دایرش یه خورده وسیع‌تر و گسترده‌تر هست که عرض میکنم. ادغام یک پدیده است که در مکالمات انسان‌ها هم خیلی رایج هست، چون انسان‌ها با هر زبان و ملیت دنبال این هستند که الفاظ، لغات رو و جملات رو ساده‌تر تلفظ کنند و آسان‌تر تلفظ کنند. ادغام یکی از این راه‌هاست که باعث میشه حروف و کلمات و الفاظ راحت‌تر تلفظ بشند، سریع‌تر تلفظ بشند. کدوم حروف هستن در همدیگه ادغام میشن؟ یعنی چه شرایطی باید باشه که دو حرف در همدیگه ادغام میشن؟ معمولا دو حرفی در همدیگه ادغام میشن که به هم نزدیک باشن، یعنی از نظر تلفظ نزدیک به هم باشن یا مثل هم باشند. ملاحظه بفرمایید، مثلا دو تا حرفی که مثل هم هستند، مثلا قد دخلوا، خب دال اولی دال ساکن هست، دال بعدی حرکت داره، فتحه داره. ملاحظه بفرمایید در این مثال قد دخلو، اگر قرار باشه این رو تلفظ کنیم، هر دو دال رو تلفظ کنیم، یه مقداری سنگین هست. باید بگیم قد دخلو، قد دخلو. اما از این ساده تر این هست که ما به جای اینکه دو تا دال تلفظ کنیم، یک دال مشدد تلفظ کنیم. به جای قد دخلو بگیم قد دخلو و قد دخلو. قطعا این آسان تر و ساده تر هست. ما همیشه در ادغام دو حرف داریم که ادغام میشن، که حرف اول رو اصطلاحا میگیم مدغم و حرف دوم رو میگیم مدغمون فیه. مدغم یعنی حرفی که ادغام شده، مدغمون فیه یعنی اون حرفی که اون حرف اول در این ادغام شده، منظور یعنی حرف دوم. پس باز هم برمیگردیم به این مثال. مثلا در عبارت قد دخلو، دال اول، دال کلمه قد مدغم هست در اینجا، یعنی دالیه که ادغام میشه، و دال کلمه دخلو که دال دوم هست اصطلاحاً مدغمون فیه نام داره در اصطلاحات تجوید.